ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی معروف به سعدی یک شاعر، نویسنده نثر و عارف مشهور ایرانی بود. سعدی در قرن 13 میلادی در ظرف 20 تا 30 سال خاور میانه و فراتر از آن را سفر کرد و با مردم مختلف و دیدگاه‌های آنها آشنا شد. تجربه این ارتباطات اجتماعی اساس دانش و آگاهی عمیق او در مورد اخلاقیات و نقاط ضعف بشر شد. هرچه از مقام وی به عنوان یکی از بزرگان ادبیات کلاسیک فارسی گفته شود کافی نیست. همچنین او نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان به شاعران و نویسندگانی اسطوره‌ای مانند حافظ، گوته و امرسون نیز الهام بخشیده و به خاطر مهارت و هنرش در ابراز حقایق ژرف مشفقانه به زبان ساده تحسین می شده و می شود. اهل ادب او را به نام استاد سخن می شناسند و نثر او در سبک زیبا و ساده اش بی نظیر است و مهمترین نکته در آثارش صدای عارفانه و درخشان اوست که نوری بر ارتباط بهشت و زمین می افکند. زمانی مسائل دنیوی را بزرگ جلوه می دهد و زمانهای دیگر به الوهیتی که در شرایط عادی است می پردازد. سعدی قصیده های بسیاری سروده، همچنین غزل های عاشقانه عارفانه و اشعاری طنزآمیز در مورد تجربه انسانی به زبان فارسی و عربی از خود به جا گذاشته است. بعداً دو شاهکار ارزشمند کلاسیک فارسی بوستان و گلستان را به رشته تحریر درآورد. بوستان یا باغ میوه که به صورت اشعار ادبی و نفیسی نوشته شده است شامل روایاتی است که فضایل اخلاقی در آنها میباشند، از جمله عدل، شکر، تواضع، عشق، احسان و قناعت. همچنین به بررسی طریقت عرفانی و اعمال درویشان میپردازد تا مشوق یک زندگی بهتر و شادتر باشد. سعدی در سال 1258 میلادی و یک سال بعد از آخرین اثرش گلستان را نوشت که عمدتاً به نثر است ولی دارای اشعار کوتاهی نیز می باشد. نام آن به معنی باغ گل می باشد و تشبیهی از یک باغ آراسته و مقدس روح و روان است، جایی که او با روایات و اشعارش به شیوهی پر احساس دانه های فضیلت را می نشاند تا در مخاطبش رشد کنند و شکوفا شوند. سبک آن آهنگین و در تشبیه با تراوت می باشد و به طیف وسیعی از موضوعاتی که بشر با آنها روبرو است می پردازد. این کتاب با ترکیبی از تفکراتی طنزآمیز، حکایات خود نویسنده و نصایح مهربانانه معطر است. او بدین طریق سعی در تعلیم مردم دارد تا که آنها خیرخواه باشند، با یکدیگر خوب رفتار کنند و به یک شیوه زندگی شریف و مهربانانه
روی آورند. اکنون از شما دعوت می کنیم تا از گزیده ای از گلستان سعدی لذت ببرید. گلستان سعدی، باب دوم، در اخلاق درویشان. یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفتند؟ گفت: در ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم. هر که را جام پارسا بینی، پارسا دان و نیک مرد انگار. ور ندانی که در نهانش چیز، محتسب را درون خانه چه کار؟ درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت: یا غفور یا رحیم، تو دانی که از ظلوم و جهول چه آید. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آوردم نه طاعت، و به دریوزه آمدم نه به تجارت. گر کشی و جرم بخشی، روی و سر بر آستانم. بنده را فرمان نباشد، هرچه فرمایی برانم. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش: می نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش. عبدالقادر گیلانی را رحمت الله علیه دیدند در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده، همی گفت: ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم، در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد می آید، ای که هرگز فراموشت نکنم، هیچت از بنده یاد می آید. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. چنان خواب غفلت بردند که گویی نخفتند که مردند. گفت: جان پدر، تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرد چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند. سر برآورد و گفت: من آنم که من دانم. شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است، و از خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت خیش.
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور، به جامع دمشق در آمد و بر کنار برکه کلاسه طهارت همی ساخت. پایش بلغزید و به حوض در افتاد و به مشقت از آن جایگه خلاص یافت. چون از نماز به پرداختند، یکی از اصحاب گفت: مرا مشکلی هست اگر اجازت پرسیدن است. گفت: من چیست؟ گفت: یاد دارم که شیخ به روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد. امروز چه حالت بود که در این قامتی آب از هلاک چیزی نماند؟ شیخ اندر این فکرت فرو رفت و پس از تأمل بسیار سر برآورد و گفت: نشنیده ای که خواجه عالم علیه السلام گفت: لی مع الله وقت لا یسائنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، و نگفت علی الدوام. وقتی چنین که فرمود به جبرئیل و میکائیل نپرداختی و دیگر وقت با حفصه و زینب در ساختی، می نمایند و می رو بایند، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت: احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. اگر درویش در حالی بماندی، سر دست از دو عالم برفشاندی. بینندگان دلپذیر، از همراهیتان در برنامه گزیده‌هایی از گلستان سعدی باب دوم در اخلاق درویشان قسمت 1 از 2 در بخش کلام حکمت سپاسگزاریم.